کوبه تلویزیون عصر امروز طبق هر چهارشنبه در کنار غزاله عزیز، دوست و همکار نازنین. قربونتون برم. با سلام و درود به شما بینندگان خوب تیوی عصر امروز. امیدوارم که در هر کجا که هستید روز و روزگارتون خوش باشه، سلامت باشید و در کنار برنامه ما باشید. واقعا امروز براتون دوست دارم خیلی باهاتون درد دل کنم، باهاتون از یه سری مسائلی که واقعا خودتون بهتر از من شاید بدونید، ولی گوش زد میکنم که بیادتون بیاد و تکراری باشه دوباره با هم برنامه خوبی رو در کنار هم داشتیم. خیلی کنجکاو شدم درد دل چیه. درد دلم دو سه تا تکه خوب است. نکنه مثل درد دلی که الان یه ساعت قبل درد دل کرد. نه، درد دلم واقعا در مورد حیوانا هست، حیوانای بی آزار. چه اتفاقی براشون افتاده؟ نگاه کنین، من خودم امروز این دستم رو میبینید زخم شده. اگه پا و دستای منو ببینین، من مرتب بدنم از گاز گرفتن سگی که دارم ازش نگهداری میکنم واقعا مجروح همیشه، چون یه سگ چیواوا هست که مال بچه خواهرم بوده و این سگ کلن سگ اگرسیوی هست و به خاطر همین و شادم قبلش ابیوز شده، بسیار گاز میگیره و میترسه، مرتب گاز میگیره و با وجودی که خیلی هم بهش محبت میکنم و دوستش دارم ولی گاز میگیره و واقعا آدم عصبانی میشه بعضی موقع، ولی خب دیگه چه کارش میشه کرد، دیگه اینا حیوانن و زبون ندارن. همینجور که امروز داشتم میومدم توی راه و واقعا دستم هم خیلی درد میکرد، پیش خودم داشتم فکر میکردم که امروز در مورد چی صحبت کنم که یک برنامه واقعا به نظر خودم مفیدی برای جامعه هم باشه، برای حیوانا، برای یونیورس. در یونیورس واقعا چیزی رو که میگم چیزی باشه که خواسته قلبی منه، با شما دوستانم در میون بذارم. همینجور فکرم رفت به سگای ایران و گفتم چقدر سگای اینجا واقعا ماها کلی براشون دوا میگیریم، براشون غذاهای خوب میگیریم، تکلشون میکنیم، واقعا لاکی. من هر شب این سگو میارم تو تخت خودم، بلو خودم میخوابونم، یه دونه کارنی خیلی ازش نگهداری، نه من تنها، اونایی که سگ دارن. ولی یادم به سگای ایران افتاد و واقعا برای سگای ایران خیلی 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 دلم سوخت. وقتی که این رژیم لعنتی دلش به حال بچه های بیگناه نسوزه، به حال مردم بیگناه نسوزه، میخواید دلشون به حال سگا بسوزه؟ بله، سگایی که واقعا نمیتونن صحبت کنن. مردم ایران هم گرفتارن، مردم ایران هم خودشون مشکلات مالی دارن، مشکلات واقعا معاشی دارن، مخصوصا با این تورم و این اوضاعی که در کشور هست. ولی واقعا انسان میتونه حرف بزنه، میتونه درخواست بده، میتونه یه جوری برای خودش واقعا جور کنه. ولی سگای ایران مظلوم ترین، واقعا بیکس ترین حیوانات و موجودات خدا هستن که اینها رو خود ما آدم ها با تکثیر کردن و بیشتر کردنشون متاسفانه تعدادشون رو زیادتر میکنیم، ولی از جای دیگه بهشون رسیدگی نمیکنیم. برام همینجور فکر کردم، گفتم اگه این اتفاق در ایران برای یه نفر افتاده بود، این سگو چقدر کتک میزدن، چقدر ابیوزش میکردن و چقدر بلاها به سرش میارن. ولی واقعا سگایم که در خارج زندگی میکنن، در خارج از ایران زندگی میکنن، واقعا اونا هم خیلی میتونم بگم موجودات خوشبختری هستن. و همینجور فکرم اومد، گفتم امروز با شما این درخواست رو عاجزانه ازتون بدم، اگر صدقه دارید، اگر که نذری دارید، اگر که واقعا برای سلامتی خودتون یک پولی رو میخواین خرج کنید یا به یک فرد مستمند بدین، باور کنید هیچ موجودی در این جهان به نظر من مثل سگای ایران بی پناه و بی کس نیست. اگر شما این برنامه ها رو ببینید که پناهگاه هایی که در ایران هستن و دارن از این سگا نگهداری میکنن، بیشتر هم جوان ها هستن. بله، واقعا اینا خب از خیلی هم هستن که جوان تحصیلات
تحصیل کرده خارج از ایران هستن. بله واقعا احتیاج به کمک دارن. خیلی به نظر من یک کار انسانی، یک کار هم خدا راضی هم بنده خدا راضی هم حیوانا، به نظر من اینا برای شما، برای به خدا، برای برکت زندگیتون خیلی بیشتر از اون انسانهایی که به قول معروف نذر و یا هر چیز دیگه شما رو میخورن، حتی یادشون میره یک به قول معروف برای شما یک حتی کوچکترین دعایی کنن. حالا غزل جون به چه شکل میتونن کمک کنن؟ نگاه کنین در ایران بسیار پناهگاه های مختلفی هست که در سطح تمام اطراف تهران اینا پناهگاه دارن که افرادی دارن اینا رو نگهداری میکنن و اکثرا شماره تلفن های اینا روی دنیا که من البته با چند تاشون خودم در ارتباط هستم که خب البته دونیت میکنیم در بله ما. دونیت میکنم و خب اون در سطحی که واقعا دست که میدونم اینا رو واقعا اینا به دستشون میرسه. کسی که این کارا رو داره انجام میده ده. چند تا پناهگاه هست که واقعا اینها کمک ها به دست افراد سودجو نمیره، کسی که واقعا اینا کمک میکنن، واقعا رسیدگی میکنن. میتونم شماره تلفناشون رو هر وقت که شما بخواید به من زنگ بزنید، من با کمال خوشحالی شماره رو در اختیارتون قرار میدم. با مبلغ اندکی هم هر چیزی 20 دلار بله. 10 دلار هر چقدر که واقعا همت عالیتون بله. هست 100 دلار هر چی که بتونید. من حتی خیلی آشنا و دوستای خیلی متعددی دارم، مرتب فامیل من به ایران مسافرت میکنن، ایران و آمریکا هستن. من حتی اینو جور میکنم که شما بتونین این پولا رو به دست واقعا این پناهگاه ها برسونید که اینا در این روزای سرد زمستونی بتونن برای اینا یه جایگاه خوبی درست کنن، بتونن یه غذای بیشتری به اینا بدن. هوا سرد الان توی ایران واقعا مخصوصا تهران و اطراف همه جای ایران اینا میدونیم موقع سرما خود ما انسان هم به غذای بیشتری احتیاج داریم، با این شرایط، با این تورم، با این گوشت گرونی، گوشت و اقلام و سبزیجات و همه و همه، واقعا برای اون کسی که میخواد از اینا نگهداری میکنه سخته. تو رو خدا بیایید به خاطر واقعا جای اینکه فطریه رو یا اینکه پولی رو که میخواین برای صدقه سلامتی به پاس سلامتیتون یا هر گونه واقعا کمکی که بتونید بکنید، به نظر من خیلی 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 کار خوبی است که اگر شما اینا رو به دست این پناهگاه ها در ایران برسونید. انسان درسته در ایران ما خیلی آدمای میتونم بگم واقعا فقیر داریم، مستحق داریم. میدونم مردم ایران، کل مردم ایران شاید غیر از یه درصد خیلی کمیش که جز خوب خانواده های وابسته هستن، اکثرا همه مشکل دارن، همه گرفتاری دارن. من اینو آین رستن، ولی اینو بدونید که ما آدما لااقل زبون برای صحبت کردن، برای درخواست نیازمون داریم. ولی تنها کسی که حیوانا هستن که زبون ندارن، علل خصوص سگا، علل خصوص با این متاسفانه فکر بد یا ایده بد که سگ رو نجس خیلی ها میدونن، سگ رو کتک میزنن. اینم حالا همین چیزهای مذهبی هستن که بله یه همچین طرز تفکری بله دارن. متاسفانه خب درگیر همچین فکرها و طرز فکرهای هنوز در ایران ما هستیم که این سگا رو نه تنها کمک نمی کنن، ابیوزشون می کنن، گوششون رو می برن، به ماشین آویزونشون می کنن، واقعا شکنجه می دن. خیلی از مردم متاسفانه مشکلات دارن، مشکلات روحی دارن، فشار اقتصادی، فشار همه جور میاد و اینها خب اگه نمی تونن آدم بکشن میرن به حیوانا. من خیلی اصلا دیدم بعضی ها، بعضی از آدم ها یه دفعه یه گروه میشن، اینا از زجر دادن به دیگران، حالا حیوان بله. انسان واقعا لذت میبرن بله، در اینکه بیمارن اصلا بله بله ساتیسفکشن میگیرن. متاسفانه خیلی اون مشکلات و عقده های رو روانیشون رو یه جوری سر حیوانا خالی میکنن و به قول معروف هم اگه باشون صحبت میکنین، چون خواهر من ایران میره میگن نه سگ نجس، البته سگ چیزه و خیلی هم از این عقیده که دارن طرفداری میکنن و ما با یه همچین جامعه در ایران
متاسفانه جامعه بیمار حیوانات ما و سگ‌ها در ایران. تو رو خدا واقعا دستتون رو از همینجا میبوسم. امیدوارم این درخواستی رو که من ازتون کردم واقعا اینو یه مقدار روش فکر کنید، جدی بگیرین. آغاز سال جدید برای دادن واقعا سلامتی خودتون به پاس نعمتی که خداوند بهتون داده، بچه های سلامت، خودتون سلامت و خلاصه در کشور بهتری دارید زندگی میکنید که لااقل اینجا واقعا مشکلاتتون خیلی 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 کمتر از کشور خودمون هست. به پاس نعماتتون اگه سعی کنیم یه ذره هوای سگای بیگناه و بیزبون ایران رو داشته باشید، واقعا واقعا کار بسیار بسیار خوبیه. من از اینجا دست یکایی که کسانی رو که به واقعا حمایت از سگای بی پناه هستن رو میبوسم. امیدوارم که امروز، میدونم هیچ ربطی به برنامه ما هم نداشت و ولی خب در اینکه شما آدم یک انسان خیرخواهی هستی و در هر زمینی که هر کی هر کمکی که بخواد شما انجام میدین، خب اینم یکی از حرفه هاتونه، یکی از کاراتونه، میدونی. ان شاء الله که این برنامه من، اگر امروز پیش خودم میگفتم اگر یک نفر هم حتی در این برنامه تحت تاثیر واقعا حقیقت قرار بگیره و یه مقدار حقیقت ها رو ببینه و همت عالی داشته باشه، 100 دلار، 50 دلار، هر چقدر که واقعا دلتون بهتون میگه، هر چقدر که استطاعت مالیتون هست، چطور به صورت ماهانه بدن یا هر موقع دلشون خواست، هر جوری که دلشون میخواد. اصلا من نه به این پناهگاه ها واقعا زد و بندی دارم، نه کاری باهاشون دارم و واقعا حتی این افراد رو هم ندیدم، ولی طبق مطالعه‌ای که کردم چند خیلی هستن، البته در شهرهای مختلف هستن، در هر جایی که خودتون صلاح میدونید و فکر میکنید که واقعا این حمایتگرایی که از پناهگاهایی که هستن واقعا درسته، سعی کنید اول داره سال جدید میاد یه صدقه بدید، یه کمکی کنید. الان خصوص الان زمان زمستون داره شروع میشه و واقعا اینا خیلی احتیاج به کمک دارن. اگرم هیچ آدرسی رو نداری، هیچ شماره تلفنی رو ندارید، هیچ راهی ندارید، به من زنگ بزنید، من با کمال میل از ای تو زیش رو بهتون میگم، باهاتون کمک میکنم و در واقع در این کار خیر شما هم با صداقت کامل در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که این رو در کنار تمام مشکلاتی که هست، پرابلمایی که هست، دنیا جنگی که توش هست، پرابلمای زندگی در این گرفتاری ها و این مسائل، از این واقعا موجودات بیگناه که در متاسفانه در یک کشوری مثل کشورهای میدلیست، مثل کشور ایران به دنیا اومدن و هیچ گناهی هم ندارن، اینا رو ما یادمون نره، فقط هم یادمون نره که اینا واقعا احتیاج به کمک دارن. امیدواریم که صحبت‌های شما تاثیر بسیار مثبتی روی بینندگان ما بذارن و به قول شما حتی اگر یک نفرم این امر خیر رو در پیش بگیرن، خب کلی به نفع این حیوانات تموم خواهد چون شد. چون بله ما اینجا برامون چند مثلا 100 دلار واقعا هیچ چیزی نیست، واقعا چیزی نیست. اگه پول یک کافی در روز رو، پول یک رستوران و یک خرجای بیخودی که هممون در روز کلی خرجای واقعا بیخود و بی جهت میکنیم که اصلا هیچ چیز نسسری نیست، یه ذره از این چیزا حتی اگر بزنیم و کمک کنیم خیلی خیلی خوب خواهد بود. 100%. خب ما بپردازیم به مطالب شما در ارتباط با کارهای امیگریشن، ببینیم با دست پر اومدین یا نه. چه خبرهای خوبی برای بینندگان عزیز داریم؟ دست من همیشه در دست خداوند هست که به دوستان عزیز یاری بدم. اگر مشکلی دارید، واقعا گرفتاری در این ادارات دارید، یا اینکه بیمارید، یا اینکه درآمدی ندارید، یا اینکه واقعا در شرایط هر شرایط ناجوری هستید، من اینجا هستم، یادتون نره، دستتون رو میگیرم. اگر به بیمه احتیاج دارید، اگر که بیمارید،
احتیاج دارید که واقعا فکر میکنید دیگه نمیتونید کار کنید و این این قدرت رو، این انرژی رو در خودتون نمیبینید، یا بیماریایی دارید واقعا که شما رو از کار کردن باز میداره. حالا مسئله نیست چه فیزیکی چه منتالی، به من زنگ بزنید، اجازه بدید در خدمتتون باشم، راهنماییتون کنم، کمکتون کنم، بهتون بگم از چه راه‌هایی میتونید این بنفیتس رو بگیرید و موفق بشید در اون گرفتن بنفیتس های دولتی. چرا؟ چون که خیلی اوقات هست که واقعا اینا بی خود و بی جهت کیسا رو رد میکنن و خیلی افراد هستن فکر میکنن که خب اگه خودشون مراجعه کنن کیسشون خوب پیش میره، با سوشال سکیتی میگه بفرمایید قربون شما برم، شما تا حالا کجا بودی؟ بفرمایید و این حقوق رو بگیرید. ولی اینجور نیست، واقعا بیشتر اوقات حق به حقدار نمیرسه، حق گرفتنیه، حق دادنی نیست و واقعا بیشتر اوقات هست که افراد فور نو ریزن به هیچ دلیلی کیساشون رد میشه بدون اینکه اینها واقعا درست اینوستیگیت شده باشن، درست تحقیق شده باشه، درست این کیس ریویو شده باشه در اداره سوشال سکیوریتی. کیسا رد میشه یا بیشتر اوقات سوشال سکیوریتی به افراد حقوق کمی میده. واقعا وقتی که میری و میبینی مثلا میگم حالا شده که به حقوق اضافه کنم، هر سال در اول سال که آغاز سال میشه به خاطر خب میدونی هر سال سطح زندگی میره بالاتر، تورم داره بله. زیاد میشه، کلن یه مقدار اضافه میکنن ولی این مقدار مقدار آنچنانی نیست که به طور معمول بگم مثلا $200 $300 اضافه کنن، چون واقعا با این تورمی که هست حقیقتا وضع افراد خیلی 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 ناجوره. الان اعتصابات خیلی زیاد شده، بله خب خیلی دزدی زیاد شده، اعتراضات زیاده، مردم واقعا ندارن، واقعا خود آمریکا مشکل زیادی داره. ولی آخه غزالی جون، آمریکا با این قدرت مالی که داره، با این سرزمین ثروتمندی که داره، چه جوری میتونیم بگیم که آمریکا نداره؟ من که باور نمی کنم. چون ببینین، من داشتم دیروز بخوام به رادیو ام گوش میکردم، دیدم که یکی از این هنرپیشه های هالیوودی خانمش داره ازش جدا میشه، اسمش الان یادم میره، اسم خیلی سختی داشت، با یه دونه بچه کوچیک، در ماه $200,000 فقط داره بهش بابت چارلز سپور داره ماهی $200,000 دارن به این شخص پول میدن. خب شما میبینید که درآمد این شخص حتما باید 2 میلیون باشه در ماه، که ماهی $200,000 داره فقط به خانومش میده. و داشت میگفت که بعدها بیشتر هم خواهد شد به خاطر اینکه درآمدش هر ماه بیشتر میشه. پول از کجا میاد؟ آمریکا علی خصوص کالیفرنیا یکی از واقعا ایالت‌های گلدن سیتی آمریکا بوده، ولی واقعا نمیدونم الان شده زامبی سیتی، اصلا برای تعداد محدودی شده. بله میدونین، عین ایران که الان فرق طبقاتی بی نهایت زیاد شده، یه عده اصلا ندارن بخورن، یه عده دارن شاهانه زندگی میکنن. من الان خیلی از این کلیپ‌هایی که از ایران میذارن و این رفت آمدایی که وجود داره، رفتن ایران عکس گرفتن آمدن، من دارم میبینم ماشینایی که در ایران الان وجود داره، ممکن است من تو آمریکا ندیده باشم ماشینا. بله خب ببینید، انقدر بسط زندگیشون بالا باشه که بتونن یه همچین ماشینایی رو درایو بکنن. بله. و جالب بهتون بگم الان میتونین درصد ماشینای جیپای خیلی مدرن قبل از اینکه تولید بشه، یعنی تولید که میشه قبل از اینکه پخش بشه، اول انگار وارد ایران میشه بعد آمریکا میده بیرون. من اصلا ماشینای جیپی رو تهران دیدم که اصلا بله. تو تصاویر که اصلا باور کن موندم همینطور، ولی که من بوگاتی در ایران دیدم اینجا نمیبینم. همین رو دارم به شما میگم. ولی خب 70-80% مردم فقیرن. بله. آمریکا هم همین شده. بله. 30%، 40% در
بی نهایت دارن خوب زندگی میکنن. بله. ما بقیه الان خب از نظر مالی چون گرونی زیاد شد، یعنی بله. همه چی گرون شده میدونین، و خب این اعتصابات هم که الان داره پیش میره دونه به دونه الان همینطور داره دامنگیره همه مؤسسات و شرکت ها و همه جا داره میشه واقعا. خب التب مجبورن یه کارایی رو انجام بدن. بله ولی خب آمریکا هم داره این جنگ ها رو راه میندازه به خاطر درآمد بیشتره دیگه. خلاصه نمیدونم والا کدوم برش آدم بگیره و بگه، من دیگه یکی خودم واقعا توش موندم اصلا. موقع میدونی همیشه آخر سالم موقع تقسیم بودجه هست و بودجه‌ای رو که به ایالت‌ها در واقع تقسیم میکنن در راه‌های درستی که باید خرج بشه متأسفانه نمیشه. خیلی وقتا برای وقتی که این لیست رو میخونی میبینی اینقدر این پولا برای مصارفی میره که اصلا is not necessary، اصلا مشکل و مزدل ایالتی نیست، مشکل و مزدل اون منطقه نیست. مثلا کالیفرنیا واقعا مزدل و مشکل هوملس و هاوزینگ رو داره. یکی از پرابلم های بزرگ کالیفرنیا هاوزینگه. همونجور که ببینید اجاره ها بسیار بالا و حتی وام های منازل هم که بخوان کسی خونه بخره وام ها میدونیم که الان خیلی درصدش بالا رفته، اجاره ها بالا هست و مردم واقعا نمیتونن افورد کنن مثلا. که یک جایی رو برای خودشون داشته باشن، بنابراین متاسفانه خونه شون از دست میدن، محل زندگیشون از دست میدن و دولت ها استیت هم هیچ کاری برای نمی کنه و خونه منازل خونه سازی و اسکان دادن این همه هوملس و این همه آدم هایی که واقعا احتیاج به کمک دارن هیچ گونه کمکی نمیشه. شما گفتین هوملس، من دیروز شما میسار خاله به اتفاق چند تا دوستان نهار رفته بودیم ملیبو که یکی از این رستوران های کنار دریا، باور نمی کنین ماشینایی که پارک بودن این طرف و اون طرف جاده اکثرا زندگی میکردن. بله زندگی میکردن. بله بل. دخترهای جوان. بله بچه های کوچیک. بل. میدونین خب تازه اینا خوشبختاشن که یه ماشین دارن. بله اومدن تو منطقه اومدن. آره اینا تازه آدم ها خوشبختاشن. بعضی هاشون هستن واقعا میری بعضی از مناطق میبینی با یکی دو تا سه تا بچه کوچیک واقعا شرایط اصلا ترسناک شده. بله، اصلا وحشت میکنی تو خیابون. یه زمانی غزالی جون اصلا آمریکا از بچه سوء استفاده کردن در زمینه گدایی ممنوع بود. بله یعنی مادر پدر رو میگرفتن. بله مینداختن تو زندان، بچه رو ازش رو میگرفتن. بله الان عادی شده. بله. شما الان از هر فریوی که میخوای بری بیرون میبینی سر اون چهارا یه مادر نشسته با یه بچه تو بغلش داره گدایی میکنه. آره. حتی پریروز من یک زن و شوهر دیدم که مادره نشسته داره به بچه شیر میده، بابای وایساده داره گدایی میکنه، جفتشون هم جوان، جفتشون جوان. میدونین حالا من نمیدونم به هر تقدیر ببینین الان کمبود کارگر زیاده. شما یه کارگر اگر الان بخواید بریم خونتون بخواید کار خونه شما رو انجام بده دیگه فکر نمی کنم کمتر از $30 از شما بگیره. ساعتی سی دلار. درسته. خب شما فکر کنم 500 بیاد کار کنه میشه چقدر؟ 150. خب 150 دلار برای یه زن و شوهر جوان. بله. که یک نفر شکر بخواد کار کنه در ما یه چیز در حدود مثلا $3,000. بله. 3,000 خورده میشه به نظر من کافی میتونه باشه. نمیخوان تن به کار بدن. یا دوست ندارن یا اینکه سیستم بهش اجازه داده که اینا این کار. اگر جلوشو میگرفت شما مطمئن باشین این همه هوملس بعد دختر پسرهای جوان با بچه یک کوچیک نمی آمدن تو خیابون گدایی کنن. و این هم برای مردم بده، هم برای خودم بهداشت بده، برای سیستم بده. میدونین و نمیدونم شما باید نظر داشته باشین نسبت به این زمینه. خدا من باید کمک از طرف
استیت به اینا کمک کنن، کانتی کمک کنن، ولی متاسفانه اینقدر خنده داره. مثلا میگم یک هوملسی که میاد و مراجعه میکنه بهش خیلی میخوان سرویس بدن، جز کسای هوملس میذارن، میگن برو جا پیدا کن، اتاق پیدا کن، خونه پیدا کن، ما برای مثلا میگم این مقدار برای موینگت بهت میدیم، این مقدار برای فرست و سکیوریتی دیپازیت بهت میدیم. خب این رفت یه جایی رو گرفت و یک آپارتمانی رو به قول معروف اجاره کرد. خب یه ماهشو شما ها میدیم، بقیه ماهاشو که قراره بده. خب معلومه که اینا مشکل به هم میزنن. یا همین واقعا خیلی موزله، خیلی الان هر جو که بخوای کسی بخواد در لس آنجلس یک آپارتمان، تازه در مناطق بسیار میدل، نه های کلاس یا خیلی مناطق خوب، در منطقه میدل واقعا خیلی سیمپل و ساده و ساختمان قدیمی و بدون خیلی از چیزای تاسیساتی داشته باشه، کمتر از شما $2,000 اصلا پیدا نمی کنی. خب استیت نمیدونه این چیزا رو، یعنی رومیت شدن، یک اتاق داشتن، این روزا داشتن یک اتاق در منطقه لس آنجلس یه چیزی حدود ماهی $2,000 هست، ماهی $1,500 یه اتاق کرایه افراد میکنن، که تازه خیلی هم خوشحالن که بتونن یه سرپناهی داشته باشن. واقعا با این شرایط خب معلومه که هر روز تعداد بیشتر میشه و متاسفانه این بودجه رو که برای هاوزینگ اختصاص میدن بسیار کمه، علل خصوص سیتی لس آنجلس. من برای دوستانی که دارن از مزایای دولتی استفاده میکنن و به سن بازنشستگیشون رسیدن، خواهش میکنم اگر که واقعا موزل خونه و هاوزینگ دارید، لطفاً به سیتی های دیگه موف کنید، واقعا از لس آنجلس به سیتی های دیگه برید، به شهرهای اطراف دیگه برید، اونجا خیلی راحت تر گیرتون هاوزینگ میاد، مخصوصا سیتی لس آنجلس. اصلا یک نمیدونم چجوری بهتون بگم، ببینید آخه همه تراکم جمعیت بسیار زیاده، میدونید نه تنها کسانی که مهاجرت کردن به آمریکا، حتی خود آمریکایی از سر و سر آمریکا به خاطر آب و هوای اینجا متاسفانه بلند میشن میان اینجا به این شکل شده. بله کاملا درست میگید، ولی خب خیلی وقتا هست که ببخشید با عرض معذرت معذرت میخوام، خیلی اوقات هست واقعا به طور مثال یه خانواده که داره حقوق بازنشستگیشو میگیره و یک زندگی در واقع آنچنان اکتیوی نداره، اگر که واقعا اینجا براش سخته، میتونه به شهرهای دیگه‌ای یه مقدار، هر چقدر از لس آنجلس و هومه لس آنجلس دورتر میشی هاوزینگ بهتر هست و زودتر گیرتون خونه میاد، میتونید برید به اون مناطق، اجاره ها ارزون تره، هاوزینگ های شما اسنویسی کنید در هاوزینگ های سیتی های دیگه در کالیفرنیا، خیلی زودتر گیرتون خونه میاد، بهتون هاوزینگ میدن، چون که واقعا توی لس آنجلس تازه اگر که شما اینقدر خوش لاکی باشید بتونید اسنویسی کنید، تازه میرید جز ویتینگ لیست که حالا بیا که کی 10 سال دیگه 20 سال دیگه نوبتتون بشه. که واقعا با این عمرا و با این زندگی ها بیشتر موقع اصلا کفاف تعفر دونه میده که به این نوبتش برسه و واقعا خیلی طول میکشه. ولی خب ایالت های دیگه که فوق العاده عالی تره، چون که به طور مثال حقوق بازنشستگی که یه فرد بازنشسته میگیره آنچنان زیاد نیست و در هر جا برید همینه. میشه بکنه فیلم کنه مثلا حقوق بازنشستگی یه پزشک که بازنشسته میشه چقدر میتونه باشه؟ ماکسیموم به 3000 خورده میتونه باشه، 4000 دلار نمیرسه. وای بالا آدمایی که دیگه سطح درآمدشون ماهانه خیلی کمه. اصلا هیچیه، واقعا هیچه. باز تو ایران اون زمان، الان که نه واقعا، ولی زمان شاه فقید خب ما اونجا زندگی میکردیم، افرادی که بازنشسته میشدن اصلا خیلی خوب زندگی میکردن، حقوق بازنشستگی بچه هاشو تازه طرف فوت میشد میافتاد
خانواده ازش برخوردار میشد، اول خانومش، بعد بچه هاشون، بیمه شون، همه چی عالی بود. همه چی عالی بود. حیف که قدر ندونستیم. واقعا قدر ندونستیم. واقعا. بله. این 57 رو واقعا باید به چوب کشید. واقعا دیگه سرنوشت بوده. سرنوشت ما هم اینجوری بوده که یک ملت رو اینطور در به در بکنن. غزاله جون، یک نسل سوخته هستی. بله بله. خلاصه برای اونایی که واقعا حقوق بازنشستگی میگیرن، عزیزان، شما تو هر ایالتی که برید حقوقتون همینه، بیمه های مدیکرتون همینه. واقعا من یک نظری دارم که خب البته میدونم کسایی هم که به طور مثال در یه جا زندگی کردن، دوستانشون، فامیلشون، بچه هاشون همه دوربر هستن، اون مسئله دوری از غربتی که جایی موف کنن، ولی واقعا اگر که بشه به جاهایی که مثلا یک ساعت یا دو ساعت با لس آنجلس فرق داشته باشه، جاهای کوچیکتر، شهرهای کوچیکتر، یه مقدار از لس آنجلس دورتر، هرچی دورتر بشه زودتر گیرتون خونه های دولتی میاد و هاوزینگ بیشتر میتونه به شماها زودتر براتون اویلیبل میشه که کمک کنین. و اینو هم بدونید اگر که شما هر جایی که زیر این پروگرام قرار بگیرید، بعد از یک سال که در اون منطقه زندگی کنید میتونید کیستون رو ترانسفر کنید، ترانسفر کنید به لس آنجلس. واقعا بعضی موقع خوب هست که آدم بره یه مدتی یه جا دیگه زندگی کنه و بعد از یه مدتی میتونید دوباره. یه زمانی خیلی ها مثلا آمریکایی ها میرفتن لاس وگاس. بله اونجا زندگی میکردن. واقعا لاس وگاس الان خیلی خیلی خب یه خطرم هست برای افرادی که کم قمار بازی میکنن. خب دیگه اونو باید کنترل کنن. احتمال خطرم اون از اون خب بهتون بگم بود. اون فقط اون خیابونه که در واقع تمام هتل ها هست اونجا هست که زندگی و اصلا مثل شهر بازی و شهر مثل دیزنیلند اینجاست. بقیه شهر لاس وگاس اگه وارد شهرش بشید خبری از این برنامه ها و از اینا نیست. مردم زندگی عادی خودشونو دارن، مردم خیلی هواش هم خوبه. آره. هواش گرمه همیشه. آره واقعا مثل لس آنجلس، حتی یه ذره از لس آنجلس هم واقعا گرمتره. بله خیلی از دوستان و آشنایان ما خیلی بودن. بله. واقعا این کارو کردن یا به پالم اسپرینگ رفتن، به پامدل رفتن دویه. بله ویکتور ویل میرن خیلی، یعنی هر چقدر شما از لس آنجلس دورتر بشی واقعا سلامت رو روانتون بیشتر خواهد بود. ترافیک کمتر مثلا برای جوونا. برای جوونا بله. بله. برای خب جوونا واقعا. حالا بعضی موقع من فکر میکنم میگم خب حالا جوونا اینا دارن کار میکنن در لس آنجلس، کار و شرکت و بیزنس و اینا، ولی وقتی که شو آدم در زمان بازنشستگی میرسه یه مقدار به آرامش، به پیس، به آرامش فکر، خب ولی ما آرامش زندگی احتیاج داریم. همش اون رابطه هست. بله. که دلمون نمیاد ازش بکنیم و دور بشیم. زجر حاضریم بکشیم ولی اون رابطه رو حاضر نیستیم از دست بدیم. خب دیگه اونم به خاطر اینکه آدم دیگه وقتی که خب یه مقدار به سن بازنشستگی میرسه دیگه میشینه و دلش خوش همین رفتن و اومدن ها و این دید و بازدید ها و این دوستایی که داره و فرزند ها و نوه ها و اینا هست. خلاصه اگر که بخواین الان، اون هفته گذشته گفتم کسی که در منطقه سانتا مونیکا زندگی میکنن و الان سکشن 8 در منطقه سانتا مونیکا اوپن هست، اگر کسانی میخوان برای سکشن 8 در منطقه سانتا مونیکا اسنویسی کنن میتونن به من زنگ بزنن. ولی به این زودی که بهشون تعلق نمیگیره. نه ولی خب لااقل تو نوبت هستن دیگه، بستگی به شانسشون دارن. البته بهتون بگم میدونید که سکشن 8 هم به چه صورت هست، پرایوریتی داره افرادی که دیسیبل هستن، کسایی که وترن هستن، کسایی که دیسیبلن، کسایی که بازنشست یعنی بالای سن 65 هستن، کسایی که بچه های کوچیک دارن و هر چقدر که شما در واقع شرایط
واجد شرایط تر باشید، مستحق تر باشید، زودتر بهتون میدن. اینه که اینا کتگوری های اول هستن که گیرشون خونه ها میاد، بعد میرن به افرادی که کار میکنن ولی درآمدشون کمه یا سنین جوانتر. اونایی که بچه های کوچیک دارن، خب اینا خیلی زودتر بهشون خونه میدن. اینا هست که، ولی خواستم به دوستان بگم که اگر که بخواین برای سیکشن ای در منطقه سانتا مونیکا اقدام بکنید، یا به من زنگ بزنید براتون سایتشو میفرستم خودتون، یا اگه بخواین من در خدمت شما عزیزان هستم که کمکتون کنم. و دن که ببخشید، خواهش میکنم، چون داریم به آخر برنامه میرسیم، به همین دلیل سوالمو مطرح کردم. شنیدم که امتحان سیتیزنشیپ هم نزدیکه، درسته؟ نگاه کنید، سیتیزنشیپ شمایی که دارید به شرایطتون برای سیتیزن شدن هست، وقتتون رو پر کردید، بیاین اقدام بکنید برای سیتیزن شدنتون. چون واقعا میگم اصلا با این اوضاع احوال دنیا و زمانه و اینها هیچ چیزی اعتباری نیست. واقعا آدم از فردا خودش هیچی خبر نداره که چه خواهد شد. بنابراین بیاید برای سیتیزنشیپ اقدام کنید و اجازه بدید که در خدمتتون باشم. اگر که از بنفیتس های دولتی استفاده می کنید، ممکنه راهی باشه که بشه برای شما اون در واقع فی سیتیزنشیپ رو ویب کنیم. اگر که بیمار باشید و نتونید تست رو بدین، میشه که از دکترتون در واقع این اجازه رو بگیریم، درخواست رو بدیم که شما امتحان و تست رو ندید. و اگر شرایطتون به این موضوع بخوره، میتونید بدون تست انگلیسی سیتیزن بشید. بنابراین همیشه شانس خودتون رو ترای کنین. اگرم که خب سالها اینجا هستید، انگلیسی بلدید، خیلی هم خوب. خیلی سوالات سیمپل و ساده‌ای هست که اگر واقعا یه سیتیزن هستی، خیلی سوالا رو اکثرا میدونید. مخصوصا ما ایرانی ها ماشاءالله همه اهل سیاست و اهل اخبار و اینا هستیم، و واقعا بعضی موقع خود من سورپرایز میشم که خانمایی یا آقایونی با سنین خیلی خیلی بالا ماشاءالله تمام چیزا رو میدونن، تمام اسما رو یادشون، قوانین رو میدونن و خیلی هم خوب میتونن برن امتحان بدن و قبول بشن. دوستتون دارم واقعا، مخصوصا شمایی که بیننده برنامه من هستین. ممنونم از تلفن هایی که میکنید، تشکرهایی که میکنید، لطفی که به من دارید و پشت من هستید. همتون رو دوست دارم. به امید خدا که همیشه سلامت باشید و قدر سلامتیتون رو هم بدونید و مواظبش باشید که بزرگترین سرمایه در زندگی سلامته. الان داره تنکسگیوینگ میاد، واقعا دیگه چیزی نمونده، فکر کنم دو هفته دیگه تنکسگیوینگ، درسته؟ دیگه واقعا باید از خدا بخوایم، واقعا نیایش کنیم، شکرگزاری کنیم، حداقل سالمی الهی شد. بله. و این سالم بودن خودش نعمتیه برای آدم. و خدا رو شکر کنیم که اونایی که خارج از ایران هستن، واقعا خارج از ایران زندگی داریم. بله واقعا. خب ما به آخر برنامه رسیدیم، مجبوریم خدافظی بکنیم و به امید هفته آینده. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. دلتنگ دل رو با نگاهی